مژده حبیبی. به نام بینام او، درودی گرم و صمیمانه حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و با آرزوی شادمانی و تندرستی برای شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید و تماشاگر این برنامه، مژده حبیبی هستم. به برنامه فرهنگی هنری عاشقانه خوش آمدید. در برنامه این هفته عاشقانه خوشحال و خرسندم که یک هنرمند بسیار برجسته و ارزشمند که سالها افتخار دوستی و آشنایی با ایشون رو دارم میهمان برنامه عاشقانه هستند. آقای عباس حجت‌پناه، هنرمندی با چندین هنر، نقاش، مجسمه ساز، عکاس و فیلم ساز، که بعد از مدتها یک نمایشگاه بزرگ و استثنایی از آثار خودشون رو در روز یک شنبه 25 سپتامبر در برابر دیدگان علاقمندان و تماشاگران عزیز قرار میدند. آقای عباس حجت‌پناه در سالهای نوجوانی شاگرد استاد جعفر پدگر بودند و نقاشی رو در هنرستان کمال الملک ادامه میدند و پس از اتمام دبیرستان در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل ادامه میدند و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا هستند با درجه ممتاز. آقای عباس حجت‌پناه در طول سالها در نمایشگاه‌های فردی و گروهی و خصوصاً نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت داشتند. ایشون سالیان طولانی در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران فعالیت داشتند به عنوان تهیه کننده و کارگردان و در طول این سالها در این مدت حدود 40 فیلم مستند ساختند که بیشتر اونها درباره هنرمندان برجسته و سرشناس آن دوران بوده و این فیلم ها از تلویزیون ملی ایران پخش شدند. برخی از فیلم های آقای حجت‌پناه در فستیوال های بزرگ هنری جهان جوایز ارزشمندی رو از آن خودشون کردند. عباس حجت‌پناه is a man of many talents. Painter, sculptor, graphic artist, photographer, and most importantly, filmmaker. His career began at the National Iranian Radio and Television Organization, and over his 15 years there, he produced and directed over 40 documentaries about Iranian art and artists, many of which earned international acclaim. خب دوستان عزیز، بیش از این شما رو منتظر نگاه نمی‌دارم و خوش آمد میگم به آقای عباس حجت‌پناه. بسیار خوش آمدید به برنامه عاشقانه. درود بر شما. درود بر شما و درود بر بینندگان عاشق شما، یعنی عاشق برنامه عاشقانه شما. ممنون از شما. بهانه دعوت من از آقای حجت‌پناه این نمایشگاه بسیار جالب و استثنایی هستش که 25 سپتامبر خواهید داشت در اندرو وایس گالری، یک مجموعه هست، استیشن آرت سنتر در سانتا مونیکا، که مجموعه 20 چند گالریه، یکی از این گالری های خیلی قدیمی اونجاست که سابقه 150 ساله گالری داری داره. بله. و من این 7-8-10 سال گذشته کارهایی که کردم برای خودم یه گوشه ای قول معروف قایمش کردم، بعد حالا دیگه گفتیم باید جا نداریم، باید بذاریم نه معرض اون نمایشه. فکر کنم حدود 80 اثر هست اینطور که شما بره. و این دفعه هم یه فرقی که با کارهای قبلیم داره این که یه استایل خاص نیستش. من هر مدتی تو مودی که بودم یه جور کار کردم و هیچ محدودیتی، واقعا فکر نمایشگاه گذاشتن نداشتم، یعنی برای خودم کار میکردم اونجوری که از کار لذت، خودتون نقاشید میدونید لذت کار به اون موقعی است که داری انجامش میدی، بعدش میشه خداحافظ شما. برای این کار مختلفه، حالا خب یه مجموعه ایست بکنم الان یه موقعشه که دوستان بیان ببینن اون روز از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر، جایی هم که هستش
رو میدونید که لس آنجلس باید فکر کنید جایی که ازش پارکینگ به اندازه کافی داره. بله اونجا خیلی جای بزرگ بود. یک شنبه عصر مردم زورش رفتن چلو کبابشون رو خوردن و میتونن بیان. به هر حال اصولا اصلا به این مسئله که ما هنرهای تجسمی خب همیشه چیز بوده دیگه، آنچنان تو مملکت ما سابقه اینکه مردم برن عادت کنن داشته باشن برن به گالری ها نبوده. گالری موزه حالا بخشش مسائل مذهبی بوده که در گذشته به هر حال دیدن تصویر انسان به نوعی مباح بوده هر چی بوده، ولی بعدنش هم مردم مثلا با موسیقی بهتر رفتن به کنسرت تئاتر اینا خب همینجوری درجه بندیه، ولی هنرهای تجسمی همیشه خیلی اون عقب بوده. و اینجا متاسفانه توی 30 سالی که من اینجا هستم همین مشکل رو میبینم که مردم من نمیدونم چرا نمیرن. مثلا الان من واقعا دلم خواست از این برنامه دارم استفاده کنه. این مجموعه برگموستشن که خیلی هم جای راحتی است، یعنی فریوی 10 که میرید از کلورفیلد در میاید دست راست اولین خیابون میشیگان، انتهای یعنی به میشیگان اصلا تموم میشه به این پارکینگ برگموستشن. 20 خورده از سال 80 اینجا رو یه استیشن اتوبوس های بین شهری بوده، سیتی آف سانتا مونیکا خرید، از 82 اینجا شد 30 خورده گالری. شما هر موقع برید اونجا گالری ها متعدد و گالری های هست که کارهایی کرده، همین گالری که من الان گوشم تا این چند ماه پیش دو سه تا نمایشگاهش کارهای دلی بود، کارهای مجسمه های دلی بود، کارهای پیکاسو بود، یه سری مثلا طراحی های ماتیس بود. یعنی یه همچین جایی میتونه آدم بره و این خیلی مشکلی هست که بشه اونجا نمایش گذاشت در این مکان. خیلی یعنی آره این گالری ها همه چیزهای خودشون رو دارن. من سال هاست همیشه هر یکی دو ماه یه دفعه میرم گالری ها و اینا نقاش های خودشون رو دارن، هر رپرتوار که در سال دارن و کمتر قبول میکنن نقاش جدید. ولی این مجموعه خوبیش اینه که من به هر جا میرید بلیت بروده، هیچ گالری نقاشی ورودیه نداره، اجازه نداره، شب اوپنینگش هم برای همه عموم آزاده. من فقط برای نمایشگاه خودم نمیگم، به طور کلی برای همه آدم که برن اونجا، مثلا به خصوص من میبرن که این بچه ها نسل جدید رو ببرید عادت کنن، چشماشون خوب ببینن. ما متاسفانه فرهنگ دید چیزمون تصویریمون ضعیفه، به خاطر اینکه این الان مثلا شما دقت کنید میبینید خیلی ها تو انتخاب نقاشی هایی که میبینن به خاطر کمی تجربه ای که از نظر تصویری داشتن تشخیص کار خوب و بد و اینا خب مشکله. خب این تنها راهش تمرینه که ببریم بخصوص بچه ها یک سری گالری اونجا هستش، مثلا اینکه دوتاش فقط گالری عکس کار انسل ادمز اونجا میتونید ببینید. و به هر حال من همش دلم خواهد تشویق کنم مردم به رفتن به این گالری ها. من خودم که امروز یک شنبه گذاشتم به دلیل این بود که میدونستم شنبه شب ایرانی ها همه ماشاءالله مهمونی دارن و عروسی دارن، این یک شنبه یه زمانی هم هستش که بتونیم بکنم. خیلی تایم خوبی باشه، شما انتخاب خوبی کردین، 4 تا 8 بعد از ظهر هستش و اصلا یک شنبه خودش به نظر من همیشه یه آرامش خاصی داره برای خودش. و اینکه خیلی واقعا رفتن به نمایشگاه نقاشی خب برای من که خیلی دلپذیره، چون هم کارهای جدید رو میبینید و فضای هنری هست و خب با دوستان جدید آشنا میشید و درباره هنرها اونجا با هم صحبت میکنیم درباره نقاشی ها. من دوست دارم در مورد کتابی صحبت کنم که به تازگی در ایران منتشر شده. این کتاب یکی دو هفته پیش به دست رسید، یکی مثلا در حدود کمتر از 2 ماه بیشتر اومده. یه دوستی برای من فرستاد، من دیدم عکس من پشت این کتاب هستش و تعجب کردم تو این دوتا جلدش. بعدم آقای دکتر جواد مجابی که یکی از شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و کریتیک بسیار خوبی، من از واقعی یادم میاد قبل از زمان دانشجویم مثلا تو تمام نمایشگاه میادن چیز می‌نوشتن، اینو در عرض حدود 20 سالی تحقیق کردن. 90 سال نوآوری در هنرهای تجسمی ایرانه که در حقیقت از 1267 شروع میشه تا 1357. توی این 90 سال که از بعد از کمال ملک هستش کسانی رو که اثرگذار بودن، به قول خودشون گفتن روی سلیقه نیست، کسایی که بودن که توی نوگرایی در هنر ایران و نوآوری
اثرگذار بودن به حدود 100 نفر رو انتخاب کردن که تو این کار. برای راستش ما خودمون خیلی سورف به قول خارجی ما سورپرایز شدیم. خیلی خوبیه واقعا. دو صفحه راجع من شدن از هر کسی هم یه دونه کار گذار یه اثر گذاشتن. اون جلد اول بیشتر توضیحاتی است که اصلا هنر ایران از زمان مثلا کمال الملک چجوری بوده، اصلا بازار هنر چجوری بوده، اصلا اولین گالری هایی که باز شده، تمام اون داستانه. دومی به این چیزا هنرمندا میپردازن. بله. و خب برای بدم که تو قربت خیلی واقعا چه کتاب با ارزشیه، چقدر زحمت کشیدن. من جلد اولش رو که خوندم حالا به دستم رسیده، کلی آدم چه زیاد میگیرم. با خودم رشتم چیز بوده، تا خود علاقمندم بودم. مثلا اینکه اولین گالری که تو ایران باز شده، خیلی ها حتی چون میکنند که نمیدونن که در سال 1328 آقای جوادی پور اولین گالریه که بعدن استاد دانشگاه خود ما هم بودن ایشون. و بعد این سیر تحول، خب به هر حال اینا چیزاییه که آدم باید دیگه بدونه دیگه، رجوع تاریخ هنر مملکتمونه دیگه. از زمان کمال الملک تا زمان از بعد از کمال الملک، چون در حقیقت نوگرایی رو به هر صورت از شاگردان کمال الملک به بعد میبینید که ذره ذره تحت تاثیر هنر غرب قرار میگیرن. بعد یه جنریشنی که میرن به غرب، وقتی برمیگردن اینها، وقتی میان، خب مثلا آدم مثلا میخوام بگم شادروان مارکو گریگوریان از اون کسایی بوده که من خودم همیشه میگفتم سمبل مدرنیت تو همه چی، یعنی یه سری چیزایی بودن که وقتی رفتن و اومدن با خودشون هم تو هنر مثلا نگاه و رفتار و یعنی مدرنیت رو با خودشون آوردن و کم کم نمایشگاهی گذاشت شد که کسایی که تحت تاثیر و بعد خب هم به قرار یه کسای خیلی نقاشای خیلی خوبی هستن ممکن توی نباشن، ولی نقاشه بودن که چیزی تغییری در این حرکت رو به جلو نداشتن. برای هم در مده برای چطور شما اشاره کردید، افتخار هستش که شما هم جزو 100 هنرمندی هستین که واقعا تاثیرگذار بودین در شناسایی و پیشرفت هنر مدرن در ایران. این افتخار بوده برای من که از سالها پیش با شما دوستی و آشنایی داشته باشم. ما آقای حجت پناه رو خب اون اوایل که میشناختم چون ایشون کار هنر عکاسی داشتم، من یادمه که یه بار اومدم شما از چهره من عکس گرفتید و عکس خیلی هم خوبی بود که جزو خاطرات خیلی خوب منه. و من واقعا خودم شخصا نمیدونستم که شما نقاشی میکنید و اصلا رشتهتون نقاشی بوده، چون فکر میکنم شما فیلمساز هستید، چون فیلمهای فوق العاده ای درباره هنرمندان بسیار ارزشمند شما یه گنجینه دارید. این گنجینه رو وظیفه ای بوده اینا، یعنی کارا بسیار ارزشمند. بالاخره یه کسایی حالا من چون خودم میتونستم همه این کارا انجام بدم، تونستم کلی فیلم بسازم. حالا اونایی که در ایران بود برای رادیو تلویزیون ساختم، اینجا برای خودم از خیلی ها ساختم. مثلا یه فیلمی هم هستش که مثلا تیکه تیکه از اینا بعضیش هست. الان که نگاه میکنم اینم اونایی که رفتن، حالا امیدوارم بقیه همه زنده بمونن، ولی مثلا از آقای نادرپور، دکتر محجوب، After moving to the United States in 1986, he continued his documentary filmmaking endeavors by making films about Iranian artists and scholars, and even more specifically, those Iranian artists and scholars that are in exile. از بنده خواسته شده که درباره زندگیم و درباره ولادتم و درباره دوران تحصیلم و دوران نوجوانیم و اینا حرف بزنم و در حقیقت حرف زیادی ندارم بزنم، برای اینکه تمام زندگی تحصیلی و حتی خدمتی من از دوران زاده شدن تا روز بازنشسته شدن در بخش دوی تهران گذشته.
من آن درخت زمستانی بر آستان بهارانم که جز به طعنه نمی خندد شکوفه بر تن عریانم. ز نوشخند سحرگاهان خبر چگونه توانم داشت، منی که در شب بی پایان گواه گریه بارانم. شکوه سبز بهاران را بر این کرانه نخواهم دید که رنگ زرد خزان دارد همیشه خاطر ویرانم. سرگذشت من زندگانی نامه یک ایرانی آرزومندی است که از دوران کودکی، از وقتی که خودش رو شناخت، به توصیه مادر میخواست یه وجودی بشه. بین همه کارهایی که کردم، داستان نویسی، شاعری، قصه نویسی، روزنامه و گزارشگری، فقط کار من روزنامه نگاری بوده. یعنی اگر کسی میخواد منو بشناسه، روی کارت ویزیت هم نوشتم صدرالدین الهی، روزنامه نگار. سخنران امروز شما دقیقا بچه مسلمون ناف محله است. اولا بنده باید بگم که من در همدان متولد شدم. پدر و مادر من اهل کاشان بودند ولی به همدان آمده بودند و من اونجا متولد شدم. از وقایع دوران کودکی من اونچه که در خور ذکر باشه، یکی فوت پدر و مادرمه که به فاصله یک سال اتفاق افتاد. مادر من وقتی فوت کرد که من 10 ساله بودم. از اولین کار نقاشی من اگر بخوام صحبت بکنم 70 سال میگذره، برای اینکه من از 2 سالگی مشغول نقاشی بودم. از 2 سالگی تو خونه دیگه پدر و مادرم رو به زله در آورده بودم، برای اینکه با زغال به در و دیوار من نقاشی میکردم. آه این زنبقا خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. شصت و چند سال پیش کودکی با یک قطعه زغال توی کوچه روی دیوار خونه‌شون نوشت: اگر می‌خوای مرا بشناسی، سر این خط را بگیر و بیا. خط رو کج و معوج و پیچ در پیچ کشید و کشید، رفت رو دیوار همسایه، از اونجا رفت رو دیوار بعدی، با پیچ و تابی که به خط می‌داد رفت تا دیوارهای بعدی تا ته کوچه و پیچید توی کوچه بعدی و از اون کوچه به کوچه بعدی تا رسید به محله های ناشناس، که در محله های ناشناس گم شد.
ساعت 6:30 صبح شنبه است دیگه. از ساعت 5:30 آماده شدیم و کارا رو برداشتیم و قهوه‌مونم ریختیم و داریم میریم رادیو. الان 2 سال دیگه شنبه ها از ساعت 8:30 صبح. دوست دارم برنامه رادیو رو، خیلی دوست دارم، از تلویزیون بهتره، راحته. من هما سرشار هستم و سرفراز و خرسند که در این روز تعطیل از این ساعت تا ساعت 10 بامداد همراه با علی. من در اکتبر سال 1896 در محله یهودیان تهران به دنیا آمدم. همکنون که در 83 سالگی خاطراتم را می نویسم، به خاطر لرزش دستهایم از ماشین تحریر قدیمی خود استفاده می کنم. عباس حجت پناه، نقاش، مجسم ساز، عکاس و فیلمساز مشهور، آثار نقاشی خود را در گالری اندرو وایس در روز یک شنبه 25 سپتامبر از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر به نمایش می‌گذارد. آدرس 2525 خیابان میشیگان، ساختمان D4 در شهر سانتا مونیکا. تلفن اطلاعات 818-7189. سندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است. برای مهاجرت به سندیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید. تلفن 619-889-7990. دکتر ندا مهربانی، متخصص دردهای عضلانی و مفصلی، طب سوزنی و طب چینی. در مطب دکتر ندا مهربانی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و پیشرفته، انواع ماساژهای طبی، داروهای 100% گیاهی و نرمش‌های مناسب در محیطی گرم، شاداب و صمیمی به شما کمک می‌شود از دردهای آزاردهنده رهایی یافته و سلامتی کامل خود را بازیابید. قبول تمامی بیمه‌های سلامتی از جمله مدیکر و مدیکال. مطب در شهر انسینو. تلفن 818-990-5321. drneda.com. شراره شیروانی، مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر یوستون. شهر یوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. بسیار ممنونم آقای حجت پناه، خیلی خیلی لطف کردید که دعوت منو پذیرفتید. ممنونم از شما. شما لطف کردید که بنده رو اجازه دادید بیام با یه ارتباط خواهش با میکنم. بسیار خوشحالمون کردین. دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته عاشقانه رسیدیم. تشکر میکنم از شما برای همراهیتون. سپاسگزارم از حامیان برنامه عاشقانه، خانم دکتر ندا مهربانی، متخصص کایروپراکتیک و طب سوزنی و چینی، آقای مسعود ریاضتی و همچنین خانم شراره شیروانی در شهر هیوستن. تشکر میکنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه، آقای امیر درخشان، آقای رامین برزگر و آقای علی سروش. و دوستتون دارم. آنکه بیباده کند جان مرا مست، کجاست؟ تا برنامه دیگر، در پناه خداوند. روزگار خوش. عاشقانه.